به به، غذای ما آماده است. این از چلوی زعفرونی، اینم از خورشت کرفسمون که عطرش چه خوش تو خونه پیچیده. امیدوارم که با این رسیپی بپزید و در کنار عزیزانتون با دل خوش و تن سالم میل کنید و لذت ببرید. خب دوستان، بریم که مواد لازم واسه درست کردن این خورشت کرفس خوشمزمون رو با هم ببینیم. دم گوساله داریم که یه بافت فوق‌العاده لذیذ و نرمی داره که به جاش میتونید هر گوشتی رو که دوست داشته باشید استفاده کنید. سبزی خورشتمون شامل نعنا و جعفری خرد شده است. یه بته پیاز داریم، ساقه کرفس و برگای سبز و جوون و نرمش. برای خورشتمون از کرفسای جوون استفاده می‌کنیم که رگ و ریشه روی ساقش نرم و نازکه و بهتر می‌پزه. برای سهولت کار ساقه‌های کرفس رو دسته می‌کنیم و با یه چاقوی تیز به ابعاد دلخواه برش می‌زنیم. فقط خیلی ریزشون نمی‌کنیم چون حین پخت له میشه. هم می‌تونید مثل ما برش بزنید، همین که خلالش کنید. اون دیگه کاملاً سلیقه‌ایه و بستگی به خودتون داره. برش هایی که به این شکل باشه توی خورش شکیل تره و همه رو به همین صورت آماده می کنیم. خب بریم سر گاز. نعنا و جعفری رو سرخ می کنیم و همین که رنگ سبزی برگشت، برگای جوان و نرم کرفس رو هم که خرد کردیم بهش اضافه می کنیم که عطر خورشتمون رو دو چندان می کنه. و حالا همه رو با همدیگه یه تفت اساسی می دیم. فقط دقت داشته باشید که خیلی سرخشون نمی کنیم چون نعنا ترخ میشه. در این حد که باشه عالیه. شعله زیرش رو خاموش میکنیم و میریم سراغ دیگه مون. داخل دیگه سنگیمون به اندازه لازم روغن میریزیم و یه پیازی رو که خیلی ریز خرد کردیم در حد سبک شدن تفت میدیم. لازم نیست که پیاز رو سرخ کنیم، همین که بوی خامیش گرفته بشه کافیه و حالا به اندازه لازم زردچوبه می‌ریزیم. این هم از گوشتمون که ما دم گوساله استفاده کردیم. شما میتونید از گوشت گوسفندی یا گوساله و حتی اگر دوست داشته باشید سینه مرغ یا بوقلمون هم استفاده کنید. گوشتمون رو با پیاز و زردچوبه در حدی تفت میدیم که رنگش تغییر کنه، یعنی حرارت باید جوری باشه که گوشت موقع سرخ شدن آب نندازه. در این حد که رسید وقتش سبزی سرخ شدهمون رو به گوشت اضافه کنیم. و در آخر به اندازه آب جوشیده ولرم می‌ریزیم که حین پخ نیاز نباشه مرتب آب به خورش اضافه کنیم که غذامون بیمزه بشه. در دیگه سنگیمونو می‌ذاریم تا شروع به جوشیدن کنه و تو این فاصله تو همون تابه سنگی که سبزی رو سرخ کردیم کرفسای خرد شده رو هم یه تفت مختصر می‌دیم در حدی که بشه عطر خوشش رو استشمام کرد. همین که رنگ کرفسا برگشت و بوی خامیش گرفته شد، شعله گازو خاموش میکنیم و کارمون اینجا تمومه. خورشتمون در حال جوشیدنه. با شعله کم زمان میدیم که گوشتمون قشنگ بپزه. خب گوشتمونم پخته و حالا نوبت اضافه کردن کرفساست. و از اونجایی که ساقه های کرفسامون نرم و جوان بودن خیلی زود میپزه. به همین خاطر همزمان با پخت کرفس خورشتمونم جا میفته. به به، خورشتمون چه رنگ و رخی به هم زده. حالا نوبت اضافه کردن چاشنی آمونه. به مقدار لازم نمک صورتی میریزیم که سرشار از املاح و کلی هم خواص درمانی داره. فلفل سیاه و آبغوره که ریختنش سلیقه‌ایه.
شما میتونید مطابق با ذائقتون از هر چاشنی که دوست دارید استفاده کنید. اینم از دو تا لیمو ببری که میندازیم داخل خورشتمون. اگر خواستید لیمو عمانی بندازید، حتما قبلش داخل آب داغ‌خیز کنید که ترخیش گرفته بشه. و کار ما اینجا تموم و با شعله کم زمان میدیم که خورشتمون قشنگ جا بیفته. به به، غذای ما آماده است. این از شلوی زعفرونی، اینم از خورشت کرفسمون که عطرش چه خوش تو خونه پیچیده. امیدوارم که با این رسیپی بپزید و در کنار عزیزانتون با دل خوش و تن سالم میل کنید و لذت ببرید.